با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه ساعت خوبی رو سپری کرده باشید. ودا ایلکا هستم در خدمتتونم با برنامه امروز، ولی قبل از اینکه ما برنامه رو بیشتر ادامه بدیم خدمتتون خواستم عرض کنم که همکار من زهرا لطفی اخبار این هفته رو به سمع و نظرتون میرسونه. لطفا توجه بفرمایید. با درود به شما بینندگان برنامه زندانیان سیاسی، عدم موافقت با تمدید مرخصی گلرخ ایرایی روز شنبه 18 دی ماه به دادستانی برای انجام کارهای وثیقی آرش و گرفتن برگه توقیف ملک مراجعه کرده است که به او گفتند مهلت مرخصیت تمام شده است و باید حتما به زندان بازگردید. گلرخ از رفتن به زندان ممانعت کرده است که در طی تماس تلفنی به مادر او که وثیقه گذار است دلیل عدم مراجعت او را پرسیده بودند و خواستار بازگشت حتمی او به زندان شدند. سپس از طریق تماس با آقای رئیسیان وکیلشان که در تمام مدت در بیمارستان با آنها همراه بوده است، بازگشت مجدد گلرخ تا شب را متذکر شدند. از آنجا که گلرخ از ابتدا به دنبال مرخصی نبوده است و از طرفی چون دادستانی تخلف در پرونده را پذیرفته است، طبق قانون وقتی تخلفی پذیرفته می شود متهم زندانی باید تا زمان اعاده دادرسی بیرون از زندان به سر ببرد. بازگرداندن آرش صادقی از بیمارستان به زندان. آرش صادقی زندانی سیاسی بند 8 زندان اوین پس از بازگشت از بیمارستان دچار حالت تهوع و همچنین خون بالا آورده بود. به حوالی صبح نیز دچار تنگی نفس و افت فشار 7/6 شده و به بهداری منتقل گردید و با دستگاه اکسیژن به وی رسیدگی شد. این در حالی است که روز گذشته آرش صادقی در بیمارستان بستری بوده، اما به دلیل فشار دادستانی و حفاظت زندان و سپاه پاسداران وی را ترخیص کردند، در صورتی که پزشکان بیمارستان تایید کرده که او خونریزی معده و کمخونی شدید و عفونت ریه شدید دارد، اما با این حال به زندان بازگردانده شد. وضعیت آرش صادقی به شدت وخیم است و حتی خود پزشک زندان نیز گزارش پزشک بیمارستان را تایید کرده، اما با این حال هیچ رسیدگی پزشکی بنا به دستور حفاظت و دادستانی و سپاه برای وی انجام نمی شود. انسداد روده و تنگی نفس علی شریعتی در 71 روز از اعتصاب قضا. علی شریعتی زندانی سیاسی بند 8 اوین علی‌رغم وضعیت وخیم جسمانی و ابتلا به بیماری انسداد روده پس از گذشت 71 روز همچنان در اعتصاب قضا قرار دارد و با تنگی نفس مواجه بوده و بنا به تشخیص پزشکان با توجه به مبتلا شدن به بیماری انسداد روده در وضعیت نگران کننده ای به سر میبرد. پزشکان بهداری زندان همچنان اعلام داشتند که خطر عفونت و آمبولی وی را تهدید می کند. گفتنی است که روز جمعه سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه از وضعیت جسمی علی شریعتی در زندان اوین به شدت ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر خانواده علی شریعتی در پیامی خبر دادند با توجه به وضعیت وخیم وی اگر با تقاضای استلاجی شریعتی تا زمان رسیدگی مجدد و دادرسانی عادلانه از طریق مجاری قانونی پیش بینی شده به پروندهش موافقت شود و به این اعتصاب قضا پایان خواهد داد. محرومیت محمد نظری از مرخصی پس از 271 ماه در زندان. محمد نظری زندانی که از 9 خرداد ماه سال 73 به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران بازداشت و زندانی شده، در حال حاضر با حکم حبس ابد در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود. گفت که بیش از 271 ماه از مرخصی محروم است. محمد نظری گفت که اداره اطلاعات شهر ارومیه مانع از آزادی او است و از تحمل نزدیک به 23 سال زندان، در حالی که به دلیل بیماری و به دستور پزشک متخصص برای درمان باید به بیمارستان در خارج از زندان اعزام شود، اما چون پروندهش گم شده مجوزی برای اعزام او به بیمارستان صادر نمی شود. گزارشی از وضعیت سعید شیرزاد. شامگاه شب پنجشنبه سعید شیرزاد زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج در 37 روز از اعتصاب قضا در پی وخامت حال به بیمارستان خمینی منتقل و روز جمعه به زندان بازگردانده شد. سعید شیرزاد روز پنجشنبه در پی افت شدید فشار خون 7/5، لرزش زیاد بدن و ضعف در تکلم به بیمارستان منتقل شد. وی تا چند ساعت قدرت تکلم نداشته است. بعد از انجام آزمایشات و گرفتن نوار قلب از آقای شیرزاد مشخص شد معده او دچار ترشح اسید شده، بدن او با کمبود آب مواجه است و همچنین ماهیچه ساق پای این زندانی دچار انقباض شدید شده است.
این زندانی در اعتصاب قضا بعد از تزریق یک سرم مربوط به تنظیم ضربان قلب به دلیل ممانعت از تزریق سرم غذایی ساعت 5 صبح دوباره به زندان رجای شهر بازگردانده شد. تا کنون مقامات زندان رویه بی‌تفاوتی در برابر مطالبات و اقدام به اعتصاب قضایی آقای شیرزاد در پیش گرفتن. لازم به یادآوری است سعید شیرزاد از روز 17 آذر ماه در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و فقدان امنیت زندانیان عقیدتی با دوختن لبانش دست به اعتصاب قضا زده است. با تشکر از شما. بله، با تشکر از زهرا لطفی. دوستان عزیز و بینندگان عزیز، برنامه‌مون رو ادامه میدیم در رابطه با سعید شیرزاد. ایشون فعال کودکان کار خیابان هستن که در واقع به همین دلایل کلن فعالیت های سیاسی و قبلا هم سال 91 در رابطه با کمک به زلزله زدگان شهر اهر ایران دستگیر شدن و بعد هم به ترتیب به دلایل مختلفی که الان همکارم ماهرخ فیروزه ایشون دوت ما تو برنامه داریم و حتما که بیشتر در رابطه با سعید شیرزاد میایم که بدونیم. من خواستم بگم که خانم فیروزه با سلام و خوش آمد به شما به برنامه امروز. خانم فیروزه صدای من رو دارید؟ خانم فیروزه صدای من رو دارید؟ خانم فیروزه ببخشید صدای من رو دارید شما؟ سلام، من الان صدای شما رو دارم. بله ببخشید، مثل اینکه صدای من احتمالا شما نداشتید. بله، ما برنامه رو ادامه میدیم با خانم ماهرخ فیروزه. ایشون فعال سیاسی هستن که در این برنامه شرکت میکنن. من هم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز این برنامه. در رابطه با سعید شیرزاد، خب بحثمون هستش. من سوال اولم در رابطه با سعید شیرزاد که اگه ممکنه یه مقدار کمی در رابطه با کلن بیوگرافی ایشون و اینکه چرا دستگیر شدن، زمان دستگیریشون و اینکه وضعیت حکمشون به کجا رسیده فکر می‌کردم اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدید. سعید شیرزاد متولد سال 1368 در کرمانشاه هست و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و یک فعال سیاسی هست که در زمینه آموزش کودکان کار و خیابان و در مواردی کودکان زندانیان سیاسی تلاش‌های زیادی رو انجام داده و بخشی از اتهاماتش هم کمک به آموزش این کودکان هست. اولین بار در شهریور سال 91 زمانی که برای کمک به زلزله زدگان شهر اهر در استان آذربایجان شرقی ایران رفته بوده توسط نیروهای انتظامی بازداشت میشه و بعد از 19 ماه اون رو به قید کفالت آزاد میکنن و قاضی پیر عباسی به دلیل سفر گروهی که هماهنگ نشده بوده برای این مناطق زلزله زده، سعید شیرزاد رو به یک سال حبس تعلیقی محکوم میکنن. یک بار دیگه هم در سال 93 در محل کارش در پالایشگاه تبریز به دلیل کمک‌های مالی که به خانواده‌های زندانی سیاسی برای تحصیل فرزندانشون که پدرانشون زندانی سیاسی بودن کمک می‌کنه بازداشت میشه. همچنین ارتباطش با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران باز هم توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت میشه و به اوین منتقلش میکنن. حدود 3 ماه در سلول انفرادی بدون داشتن وکیل و بدون حق ملاقات با خانوادهش در سلول انفرادی میمونه و بعد از این مدت بیخبری اون رو به بند 8 زندان اوین منتقل میکنن و در نهایت در شهریور سال 94 به ریاست قاضی صلواتی بعد از گذشت 15 ماه از تاریخ بازداشتش اون دادگاهش رو برگزار میکنن و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری و اجرای 1 سال حبس تعلیقی که از قبل داشته اون رو محکوم میکنن. بله، ببینید الان در
تو همه مدیا اومده، خب به هر حال وضعیت زندانیان سیاسی شرایط خیلی بدی دارن و خیلی ها به خاطر اینکه به حق حقوقشون برسن طبیعتا دست به بله بله سوال دوم من در رابطه با کلن اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هستش و همچنین کلن در رابطه با سعید شیرزاد هستش. میخواستم یه مقدار در رابطه با این موضوع توضیح بدید. زندانیان سیاسی رجای شهر کرج هست و نسبت به خیلی از مسائل اعتراض داره، به مواردی که از نقض حقوق کودکان، از نقض حقوق زندانیان سیاسی و مثل عدم رسیدگی پزشکی مناسب به زندانیان، ضرب و شتم اونها و فرستادن اجباریشون همراه با ضرب و شتمی که انجام میدن براشون موقعی که میخوان به دادگاه ببرنشون، مشکلات تهویه سالن محل نگهداری زندانیان سیاسی، اینها همه مواردی هست که بهش اعتراض داره و به همین دلایل به ناچار از روز 17 آذر ماه با دوختن لبهاش دست به اعتصاب غذا کرده و اعلام اعتصاب غذا کرده و با این اعتصاب چندین خواسته داشته که میخواسته اونها رو به این خواسته و اعلام کرده که تا زمانی که به این خواسته هاش نرسه دست از اعتصاب بر نمیداره و خواسته هاش یکی شرط استفاده از تلفن برای زندانیان سیاسی هست مثل سایر زندانی ها، پیگیری فوری وضعیت زندانی های بیمار، جدا کردن دستگاه های سرطانزا و پارازیت انداز که برای اختلال در آنتندهی موبایل ازش استفاده می کنند در زندان و جدا کردن قفسه های فولادی پشت پنجره های سلول ها که مانع تهویه درست میشه. اینها همه خواسته هایی هست که سعید شیرزاد داره و اعلام کرده که تا زمانی که به این خواسته هاش نرسه دست از اعتصاب غذاش بر نمی داره. بله امیدوارم که صدای منو داشته باشید خانم فیروزه. بله ببینید کلا در رابطه با وضعیت اخیری که آقای شیرزاد دارن، وضعیت کلا حکمش، وضعیت اینکه وکیلش بهش چه تونست چه کمک هایی بکنه و اینکه شرایط وضعیت جسمی و روحیش و اینا به چه شکلی هستش. بله سوالم دوباره خدمتتون عرض میکنم. ببینید در رابطه با آخرین اخبار و خبرهایی که در رابطه با سعید شیرزاد دارین در مورد مسئله بیماریشون، اعتصابشون و اینکه وضعیت اینکه وکیلشون تا چه حدی تونسته بروندهشون رو پیش ببره فکر کردم اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدید. سعید شیرزاد الان امروز 38 روز هست که از اعتصاب غذاش میگذره و قدرت و توانایی جسمی شدیداً کاهش پیدا کرده و هر روز که میگذره بیشتر در معرض خطر و آسیب‌های جدی و یا حتی ممکنه مرگ قرار بگیره و 4 روز پیش کاملا بیهوش شده بود، اون رو به بیمارستان بردن و پزشکان و مسئولین میخواستن به اون سرم بزنن و لپاش رو باز کنن که با مخالفت همبندیهاش روبرو شد و همبندیهاش اجازه ندادن که این کار رو بکنه. حتی در زمانی که بیهوش بوده ازش اثر انگشت گرفتن و متاسفانه سعید شیرزاد در کمال انسانیت داره از جان خودش مایه میذاره و هیچ وقت منافع شخصی خودش رو در نظر نگرفته و صدای هزاران کودک کار و خیابان بوده، صدای کودکان بی سرپرست و رها شده هست و صدای اعتراض به فقر و فلاکت و بدبختی مردم هست و دیروز در اثر شدید افت فشاری که داشته اون رو به بیمارستان بردن، تا چند ساعت قدرت تکلم نداشته، بدنش دچار لرزش شده و بعد از یک سری رسیدگی هایی که بهش کردن اون رو مجدداً به زندان برگردوندن و وکیل سعید شیرزاد امیر داوود، امیر سالار داوودی هست که شدیداً هشدار داده به مسئولین قضایی ایران و خواسته که تا دیر نشده باید به این زندانی سیاسی رسیدگی بکنن و باهاش یک گفتگویی رو داشته باشن، ولی متاسفانه هنوز به سراغ اون نرفتن و هیچ صحبتی رو باهاش نکردن و وکیلش گفته که با شناختی که از سعید شیرزاد داره حتما به اعتصابش ادامه میده، حتی اگر که جانش هم در خطر باشه این کار رو حتما ادامه میده. بله مرسی.
سوال آخر من، امیدوارم که صدای منو داشته باشید خانم فیروزه. بله، ببینید در رابطه با کلن اتفاقایی که این همه مدت این چندین سالی که به حال ایشون در زندان هستن، مسئله خب دارو درمان اعتصاب و مسئله ملاخل اتفاقی به حال طبیعتا برای همه زندانیان سیاسی میفته و همچنین برای ایشون، ولی کلن در رابطه با ایشون مشخصا عکس العمل، بله در رابطه با سعید شیرزاد عکس العمل سازمانهای جهانی چی بوده؟ چه اقداماتی تونستن انجام بدن؟ بین الملل معاون رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان در پارلمان اروپا، اتحادیه پست کارگران کانادا، دانشجویان دانشگاه والتر پیتون در شیکاگوی آمریکا و نیز بانکیمون، سازمان ملل به نحوه برخورد رژیم سعید شیرزاد عکس العمل نشون دادن و بانکیمون در بیانیه‌ای با عنوان پشت میله های زندان در روز جهانی کودک 20 دسامبر 2015 نسبت به حبس فعالین در عرصه کودکان اعتراض کرده و به طور مشخص از تشکیل پرونده بازداشت سعید شیرزاد با عنوان یک نمونه از نقض قوانین حقوق بشر نام برده. بله خیلی متشکرم، مرسی که در این برنامه شرکت کردید و شبتون خوش خانم فیروزه. من هم تشکر میکنم از شما و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، بینندگان عزیز، برنامه ما در رابطه با سعید شیرزاد فعال کودک کارخیابان هستند که خب طبیعتاً صحبت ها و کلاً این برنامه رو شنیدید. امیدوارم که در واقع شما دوستان عزیز، بینندگانی که این برنامه رو میبینید، به دوستاتون، به اقوامتون، به همسایه هاتون، به هر کسی که میشناسید واقعاً برای مردم توضیح بدید که در زندان های ایران چه خبر هستش، چه اتفاقایی داره میفته، چرا باید یک جوان لبش رو بدوزه برای مدت خیلی زیادی، چرا یک جوان باید حدود 50 60 یا 70 روز هیچ نوع غذایی نخوره، هیچ آبی ننوشه و اینکه کلا اعتصاب غذا بکنه، چرا برای رسیدن به حق حقوقشون باید این همه اتفاقها بیفته و اینکه واقعا وکلا دارن چه کار میکنن، چقدر وکلا دارن زحمت میکشن و اینکه این وضعیت به چه شکلی داره خب پیش میره. همینطوری که تو برنامه های مختلف ما صحبت کردیم و برنامه های خیلی زیادی در رابطه با این مسائل داشتیم، طبیعی هستش که خیلی خوبه که مردم توی این قضیه هستن، میان و صحبت میکنن، به حال نظر میدن. در رابطه با آرش صادقی ما هفته گذشته برنامه داشتیم، خب یه کلا مسئلهش خیلی جهانی شده، همچنین الان آقای سعید شیرزاد و خیلی زندانیان سیاسی دیگه. کلن اون نوت صحبت هم اینه که بشه ما این صحبت ها، این حرف های دلشون رو و اتفاق هایی که در زندان های جمهوری اسلامی میفته و همچنین اتفاق هایی که مشکلاتی که در واقع خانواده های زندانیان سیاسی دارن رو به دنیا برسونیم، یعنی صدای این عزیزان باشین، صدای این خانواده ها باشین، صدای افرادی که برای کودکان من و شما دارن زحمت میکشن، سعی میکنن و الان در زندانهای جمهوری اسلامی هستن، کسایی که در رابطه با زنان دارن وضعیت حق و حقوق زنان دارن کار میکنن، کسایی که به هر دلیلی که در واقع بی حقوقی ها و نقض حقوقی که در واقع توی ایران هستش دارن زحمت میکشن، فعالیت میکنن و مبارزه میکنن. فقط ما میتونیم بگیم که صدای اونها باشیم و تلاش کنیم و با هم بتونیم این اتحاد رو به وجود بیاریم که بتونیم در واقع راه آزادی رو برای این عزیزان باز کنیم. خیلی متشکر، ممنون که این هفته با ما بودید در این برنامه. لطفاً با شماره تلفنی که در زیر همین صفحه تلویزیون میبینید لطفاً با ما تماس بگیرید، زنگ بزنید، صحبت کنید و اینکه آدرس ایمیل ما هم هستش، لطفاً برای ما بنویسید و نهایت اینکه بتونیم در واقع هم صدای بیشتری داشته باشیم و صدای زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی باشیم و اینکه من و آرش یزدان همکارم این برنامه رو به پایان می‌بریم و روز و شبتون خوش دوستان عزیز.